همراهان گرامی و همیشگی درود بر شما و با درود بر تمامی مبارزان راه آزادی ایران عزیزمان در راستانه یک جنگ احتمالی بین اسرائیل و رژیم جمهوری اسلامی بار دیگر جهان شاهد صحنه ای از تقابل نظامی و دیپلماتیک در جبهه های مختلف شده است در بهبوهه این تنش ها گزارش ها حاکی از آن است که اسرائیل و ایالات متحده حالا دیگر به هماهنگی های لازم برای اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی دست یافتند. کانال دوازده تلویزیون اسرائیل آورده است که طی ملاقات با فرمانده سنت کام ارتش اسرائیل همه های لازم برای اقدام هماهنگ علیه جمهوری اسلامی به صورت نظامی را انجام داده است. سخنگوی ارتش اسرائیل به کانال دوازده تلویزیون اسرائیل گفته است که جمهوری اسلامی باید بفهمد که اشتباه بزرگی کرد اگر همه دنیا هم بگویند که اقدام نظامی نکنیم ما نمیتوانیم اجازه دهیم که تجاوز آشکار به خاکمان بی نتیجه بماند او گفت اگر حالا پاسخ جمهوری اسلامی را ندهیم چه تضمینی هست که در آینده کشورهای دیگر به خاک ما حمله نکنند اینها در حالی است که در داخل ایران اظهارات مختلفی از سوی مردم به گوش می‌رسد برخی از مردم در حال آماده سازی خود برای شرایط اضطراری هستند در حالی که بخشی از جامعه هنوز آنقدرها خطر جنگ را جدی نگرفتند و شاید امیدوارند که این تنش ها به جنگ منتهی نشود اتفاقی که بعید به نظر می رسد در همین حال تهدیدهای نخست وزیر اسرائیل و مقام های ارشد این کشور به وضوح نشان می دهد که اسرائیل در حال آماده سازی برای یک پاسخ نظامی وسیع گسترده و قاطع است این شرایط تحلیلگران را بر آن داشته است تا به بررسی سناریوهای احتمالی بپردازند اما آنچه که واضح است این است که ایران وارد مرحله ای جدید از ناامنی شده است در داخل ایران حس تنش و استلاب در میان مردم به وضوح مشاهده می شود رسانه های داخلی تحت کنترل شدید قرار گرفتند و اخبار مربوط به احتمال جنگ یا پیامدهای آن به سختی منتشر می شود. به گفته ی خبرنگاران دستوری مبنی بر جلوگیری از انتشار هر گونه مطلبی که ممکن است وحشت را از جنگ در میان مردم گسترش دهد صادر شده است. در همین حال بسیاری از مردم تلاش می کنند تا خود را برای وقوع هر حادثه ای آماده کنند. ذخیره مواد غذایی و تهیه لوازم اضطراری در چند روز اخیر به شدت افزایش یافته است. از روزهای گذشته گمان زنی های بسیاری درباره محل و زمان احتمالی حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی هم مطرح شده است. برخی تحلیلگران معتقدند که این حمله در سالگرد حمله اسرائیل به نوار غزه در هفته اکتبر انجام خواهد شد در حالی که دیگران معتقدند که ممکن است اسرائیل برای هدف قرار دادن تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی در نقاطی مانند اصفهان یا جنوب ایران آماده شود حالا در آستانه 7 اکتبر بسیاری معتقدند که این تاریخ از نظر نمادین برای اسرائیل بسیار مهم است و آنها احتمالاً به دنبال ارسال پیامی قوی به ایران و جامعه بین المللی در این تاریخ خواهند بود شاید هم به همین دلیل باشد که جمهوری اسلامی پروازها را امشب لغو کرده است تحلیلگران معتقدند که محل احتمالی اولین حمله اسرائیل تأسیسات نظامی خواهد بود که می تواند یک ضربه جدی به توان دفاعی جمهوری اسلامی بزند. در این میان شبکه های اجتماعی هم به یکی از مهمترین میدان های نبرد میان مخالفان و موافقان رژیم تبدیل شده است. جنگ روانی میان طرفداران جمهوری اسلامی و اکثر ایرانیان که مخالف این رژیم هستند شدت گرفته است. بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی امیدوارند که یک حمله اسرائیل بتواند به تغییرات اساسی در ساختار سیاسی ایران منجر شود یکی از کاربران در توییتر نوشته است که اگر اسرائیل حمله کند شاید این آخرین میخبر تابوت مرده جمهوری اسلامی باشد در مقابل کاربران اسرائیلی هم به تهدیدات جمهوری اسلامی با هشتگ های مختلف پاسخ دادند و حمله اسرائیل به ایران را اجتناب ناپذیر دانستند در این میان نقش ایالات متحده به عنوان یکی از کلیدی ترین بازیگران این بحران قابل توجه است. گزارش های منتشر شده نشان می دهد که واشنگتن در هماهنگی با اسرائیل حمله احتمالی به اهداف نظامی ایران را به عنوان پاسخی متناسب می داند و از نظر آمریکا این حمله می تواند بدون تلفات غیر نظامی باشد و به همین دلیل خطری برای شعله ور بر شدن یک جنگ بزرگتر وجود ندارد. اما آن چیز که کارشناسان نظامی غربی و به خصوص اروپایی ها را نگران کرده است این است که آنها معتقدند این نوع درگیری ها هیچگاه به صورت محدود باقی نمیمانند و ممکن است که هدف اصلی تأسیسات نظامی باشد اما یک حمله به سرعت به یک جنگ منطقه‌ای تبدیل شود به ویژه اینکه یک پای این جنگ ملاهایی خواهند بود که برای آنها هیچ حد و مرزی در قصاوت و جنایت وجود ندارد به هر حال حالا پس از جنگ ایران و عراق مردم ایران جنگ را از هر زمانی به خود نزدیکتر میبینند یاب گالان وزیر دفاع اسرائیل هم یک شنبه به ایران هشدار داده که اگر جمهوری اسلامی بخواهد به اسرائیل آسیب برساند که تاکنون سعی آن را داشته است به سرنوشتی مشابه قزه یا بیروت دوچار می شود گالانت با اشاره به حمله موشکی اخیر سپاه به اسرائیل گفت که ایران دو پایگاه نیروی هوایی اسرائیل را هدف قرار داده بود اما تأکید کرد که ایرانی ها به تجهیزات نیروی هوایی ما آسیب نرساندند و هیچ هواپیمایی خسارت ندید و هیچ گردان هوایی از کار نیفتاد او اضافه کرد هر کس فکر می کند محض کاری برای آسیب رساندن به ما ما را از اقدام باز می دارد. باید به دستاوردهای ما در غزه و بیروت نگاه کند بنیامین نتانیاهو هم حمله اخیر سپاه پاسداران به اسرائیل را یکی از بزرگترین حملات با موشک بالستیک در تاریخ خوانده است و گفته است که آیا فکر می اسرائیل در مقابل چنین این حمله ای ساکت خواهد ایستاد؟ حتی اگر جهان هم در مقابل ما بایستد ما اجازه نخواهیم داد که جمهوری اسلامی این اقدامش بی پاسخ بماند. مقام های ارشد رژیم جمهوری اسلامی پیشتر اعلام کرده بودند که در عملیاتی حلافی جویانه یکم اکتبر برخی از اماکن نظامی اسرائیل از جمله پایگاه هوایی نواتیم را در واکنش به اقدامات اسرائیل هدف قرار دادند این در حالی است که اسرائیل گفته است که برخلاف آنچه که علی خامنه ای ادعا می کند این حمله یک تجاوز نظامی آشکار و خلاف قوانین بین الملل است و قطعا با مجازاتی شدید روبرو خواهد شد مخاطبان گرامی ضمن درود اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه های ما را از دست نخواهید داد به امید ایرانی آزاد و آباد